سلام، خوش اومدین به چهارمین شماره از سرخابی ترانسفر. امروز چهارشنبه ششم اسفند با همدیگه مروری داریم به اخبار نقل و انتقالاتی 24 ساعت گذشته فوتبال ایران تا شما را در جریان آخرین تحولات این بازار زمستونی قرار بدیم. استقلال بدون دردسر به واسعی میرسه. سرخابی که در روزهای گذشته نشون داده از پشت پرده ها زودتر و موثق‌تر از همه مطلع میشه، حالا هم به یه خبر داغ دست پیدا کرده که در اختیار شما میذاره. بر اساس منابع سرخابی، سعید واسعی ستاره پیکان در فصل گذشته در ابتدای این فصل یکی از گزینه‌های جدی استقلال بود و خودش هم تمایل زیادی به پوشیدن پیراهن آبی داشت، اما به دلیل مشکلات مربوط به رضایت‌نامه مذاکراتش با آبی‌های تهران به بن‌بست خورد تا این هافبک خلاق راهی تبریز شه. محرومیت 4 ماهه واسعی برای نشون داد که نگرانی استقلالی‌ها اصلاً بیجا نبوده و سعید در تراکتور فرصت زیادی برای حضور در مسابقات پیدا نکرد. حالا اما به نظر میرسه تیم تبریزی با حضور خطیبی تمایل چندانی به ادامه همکاری با واسعی نداره و ممکنه اون رو با یکی از بازیکنان استقلال تعویض کنه، امری که میتونه در نهایت آرزوی واسعی رو محقق کنه. هافبک سایپا در لیست استقلال، واقعیت یا شایعه‌ای برای بازارگرمی؟ شایعاتی مبنی بر اینکه مهداد عبدی هافبک دفاعی تیم سایپا حالا تبدیل به یکی از گزینه‌های محمود فکری برای حضور در استقلال شده به گوش سرخابی هم رسیده. حتی گفته شده که آبی‌های تهرانی بعد از شکست در جذب مهدی کیانی و علیرضا علیزاده به سراغ عبدی رفتند. البته مهداد در نیم فصل اول یکی از بازیکنان خوب تیم ابراهیم صادقی بود، اما به نظر میرسه با توجه به حضور نفراتی همچون مسعود ریگی، مهدی مهدی‌پور و فرشید باقری این شایعه چندان محلی از حقیقت نداشته باشه. خرید جدید تارتار در خط دفاعی. تیم پیکان که این روزها و با توجه به درخواست مهدی تارتار حضور گسترده‌ای در نقل و انتقالات داره، بر اساس اخبار پشت پرده که به دست سرخابی رسیده، با حسام پورهاشم مدافع گلگهر سیرجان به توافق نهایی دست یافته و به زودی با اون قرارداد امضا خواهد کرد. پیکانی‌ها اخیراً حجت حق‌وردی رو هم در خط دفاع از دست داده بودند و به این ترتیب پورهاشم برای جانشینی اون به خدمت گرفته شده. شمال و جنوب قطب‌نمای صادقی تغییر کرد. باشگاه نساجی در راستای تقویت خودش برای حضور در نیم فصل دوم لیگ برتر بعد از جذب نفراتی همچون رضا دهخانی و سعید جلالی راد، حالا بر اساس خبرهای موثقی که به دست سرخابی رسیده، در صدد جذب اکبر صادقی، کاپیتان سابق تیم شهر خودروه که به تازگی از این تیم جدا شده. این هافبک با تجربه که پیش از این شایعاتی مبنی بر حضورش در تیم‌های کرمانی شنیده می‌شد، حالا با چرخشی 180 درجه‌ای قصد داره به جای حرکت به سمت جنوب کشور راهی شمال شه. دومین خرید زباهن از تیم قلعه‌نویی. زوبی‌ها که پیش از این برای معاوضه علی دشتی با پیمان رنجبری مهاجم تیم گلگهر با تیم سیرجانی به توافق رسیده بودند، حالا جذب یه بازیکن دیگر از گلگهر را در دستور کار خودشون قرار دادند. بر اساس اطلاع دقیق سرخابی، رضا محمودآبادی دومین خرید سبزهای اصفهانی از تیم قمیر قلعه‌نویی خواهد بود. پاشازاده سمربی ماشین‌سازی شد. مهدی پاشازاده که اخیراً هدایت تیم دست دومی پاس همدان رو بر عهده داشت، پس از استعفا و قطع همکاری با همدانی‌ها، امروز رسماً به عنوان سرمربی جدید ماشین‌سازی تبریز انتخاب شد. ماشین‌سازی در نیم فصل اول نتایج ضعیفی کسب کرد و تنها 8 امتیاز در 15 مسابقه به دست آورد و حالا امیدواره با حضور پاشازاده شرایط بهتری پیدا کنه و در لیگ برتر بمونه. جلسه سرنوشت‌ساز در تبریز. عکاش حمزاوی مهاجم الجزایری تراکتور که در فصل جاری فرصت چندانی برای ارزندان پیدا نکرده، در حالی دوران مصونیت خودش رو سپری میکنه که تیتی‌ها با حضور مهاجمانی همچون محمد عباس‌زاده و پیمان بابایی در ترکیبشون در اندیشه قطع همکاری با اون بودن. با این حال طرفداری گزارش داده که الزام به پرداخت کل مبلغ قرارداد این بازیکن باعث شده فعلا مسئولان باشگاه در تصمیم خودشون تجدید نظر کنن و یه جلسه با این بازیکن ترتیب بدن. هدف 6 میلیاردی استقلال در نقل و انتقالات. به گزارش خبر ورزشی، مسئولان باشگاه استقلال از باشگاه صنعت نفت درخواست رضایت‌نامه طالب ریکانی هافبک تهاجمی آبادانی ها رو کرده. گفته میشه استقلالی ها حاضر شدن 6 میلیارد تومان برای انتقال این ستاره 30 ساله هزینه کنند که شامل 4 میلیارد برای رضایت‌نامه و 2 میلیارد برای ریکانی میشه. سوشا مکانی پنجره دو تیم رو بست. سوشا مکانی دروازه‌بان سابق تیم‌های پرسپولیس و صنعت نفت به تازگی با شکایت از این دو باشگاه اونها رو به پرداخت مطالبات خودش محکوم کرده و با توجه به قطعی بودن این آرا تا زمان پرداخت نشدن این دو بدهی، پنجره نقل و انتقالاتی پرسپولیس و صنعت نفت آبادان بسته خواهد بود. بر اساس این حکم، باشگاه پرسپولیس به پرداخت مبلغی حدود 800 میلیون تومان
به اضافه خسارت دادرسی در حق مکانی محکوم شده. ضمن اینکه سوشا در نیم فصل دوم لیگ 18 با قراردادی به مبلغ حدود 300 میلیون تومان به صنعت نفت آبادان پیوست، اما در اون نیم فصل تنها 100 میلیون تومان دریافت کرد و همین هم اکنون آبادانی ها رو به مشکل انداخته. مأموریت غیرممکن فکری برای مدیران استقلال. محمود فکری از مدتی پیش نام بازیکنانی که تمایل به جذب اونها را داشت در اختیار باشگاه قرار داد تا مدیران برای جذب اونها اقدام کنند. اما طرفداری گزارش داده که جذب این لیست یک مأموریت غیر ممکنه، چرا که اونها همگی ستاره‌های تیم خودشون هستن و اغلب در تیم‌های بالای جدولی بازی می‌کنند. در لیستی که فکری در اختیار باشگاه استقلال قرار داده، نام میثم تیموری، احسان حاج صفی، اشکان دژاگه، امین قاسمی نژاد، میلاد جهانی، حامد پاکدل و مهدی کیانی دیده میشه. ستاره‌های با قراردادهای میلیاردی که طبیعتاً با رقمی بالاتر از قراردادهای فعلیشون راضی به جدایی خواهند شد.